اگه دوست دارید این رولت خوشمزه رو امتحان بکنید، در ادامه با من همراه باشید. داخل تابه بریزین، هویج بنده شده رو بهش اضافه بکنین و تفت بدین تا آب هویج کشیده بشه. به این شکل در اومد پیاز داغ آماده بهش اضافه بکنید. سبزی معطر که من فریزری داشتم، شما اگه داشتین تازه استفاده بکنین. میتونین از سبزی دلمه استفاده بکنین یا اصلا گشنیز و جعفری تنها استفاده بکنین. زرش رو هم اضافه بکنین، تفت بدید. در آخر ادویه، نمک، فلفل زردچوبه و کمی پودر پیاز. مواد میانی رولت آماده است. برای گوشت من از گوشت چرخ کرده مخلوط استفاده کردم، گوسفند و گوساله. ادویه رو که نمک، فلفل زردچوبه، پودر سیر، پودر گیشنیز و آویشن و پودر پیاز بود اضافه کردم. پیاز رنده شده و کاملا حدودا 15 دقیقه ورز بدین تا گوشتتون کاملا چسبنده بشه. من گوشتمون رو به قسمت‌های 130 گرمی تقسیم کردم. این بستگی به خودتون داره که سایز رولتتون بخوای چقدر باشه. کاملا کف دستتون بازش بکنین، خیلی آروم این کارو بکنین. از مواد میانی بذارین قسمت مرکزش. دقت کنین که مواد میانی میتونه به دلخواه شما تغییر کنه. تخم مرغ پخته استفاده بکنین یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشتید. بعد خیلی آروم دو قسمت رو به هم برسونین و آروم به هم وصلش کنین. خیلی دقت کنین که این درز رو کاملا به هم بچسبونین که اصلا رولتتون باز نشه. این کار رو چند بار تکرار کنین تا کاملا گوشتتون بسته بشه. داخل تابه بچینین. میتونین کاملا گوشت رو داخل کمی روغن سرخ بکنین یا نه میتونین این کارم انجام ندین. ادامه کار رو ببینیم. برای سس پیاز داغ، رب، نمک و فلفل، زردچوبه و زعفران رو کاملا تفت بدین تا رنگ ربتون باز بشه. آب اضافه کنین و اجازه بدین که سستون به جوش بیاد. همونطور که دیدین من نیمی از رولت ها رو سرخ کردم، ولی نیمی از رولت ها رو هم همونطوری که میبینین خام داخل سس قرار میدم. پس نیمی از رولت ها رو سرخ کرده و نیمیشو خام گذاشتم و بچه ها هر دوش بی نظیر شد، هیچ کدوم باز نشد. باز شدن رولت ها فقط بستگی به ورز دادن شما داره. خوب ورز بدین تا رولت ها تو باز نشه. اگه از مواد میانیتون مونده بود داخل سستون بریزین، حدودا یک ساعت و نیم روی شعله ملایم در مقابل مرم بذارین تا کاملا رولت هاتون پخته بشه. فقط اواسط کار کمی از سستون روی رولت ها بدین برای بهتر شدن طعمش. نوش جونتون.